دوستان، هر سرمایه گذاری باید بازگشت سرمایه داشته باشه. وقتی یک بیزنسمن میخواد یک کسب و کاری رو راه بندازه، اول میاد یه طرح توجیه اقتصادی می‌نویسه، بازگشت سرمایه رو محاسبه میکنه. یاد گرفتن زبان یه سرمایه گذاریه. فی الواقع یکی از بزرگترین سرمایه گذاری هست که ما میتونیم در زندگیمون انجام بدیم. من معتقدم که هر پولی که به دست نیاوردیم به خاطر آموزشیه که ندیدیم. پس چه بهتر که آموزش ها رو به زبان انگلیسی ببینیم. حالا اگر بررسی فرموده باشید، وقتی که ما میخواییم فوق لیسانس بگیریم، دکترا بگیریم، آزمون جامعه بگیریم، مهاجرت کنیم، بخوایم تجارت بیرون ملل انجام بدیم، بازرگانی خارجی، شرکت در نمایشگاه، اینها عمدتاً به ما توصیه میکنن فلان کتابی رو بخون، فلان مثلا کتاب لغت بارونز رو بخون، کتاب گرامر نیوز رو بخون، کتاب 504100. ولی تا حالا به این فکر کردین که یک کودک دو ساله انگلیسی زبان توی مثلا آمریکا چقدر لغت بلده، خوندن نوشتن بلده، سواد داره؟ خب یک کودک 18 ماهه به طور متوسط 50-60 لغت بلده و تقریبا 5-6 لغت رو یاد میگیره تو دو سالگی. تقریبا منظور پدر مادرش و اطرافیان رو میفهمه و منظور خودش هم رو تقریبا میرسونه. آیا ما با همون تعداد لغت اگر بخوایم ارتباط برقرار کنیم میتونیم؟ خب ما باید بتونیم با حداقل واژگان حد اکثر ارتباط رو برقرار کنیم. باید بتونیم با استفاده از به اصطلاح رفتارهای کلامی و غیر کلامی و فراکلامی بتونیم ارتباط مؤثری برقرار کنیم. خب چگونه میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ ما حداقل واژگانی که یک کودک شاید 2-3 ساله 3-4 ساله رو بلده رو بلدیم، پس دیگه نیاز نیست که بریم گرامر خوندن یا نوشتن رو یاد بگیریم یا لغت جدید یاد بگیریم. میتونیم همین لغت ها رو با تماشای فیلم هایی که علاقه داریم، دوره های آموزشی که تماشا میکنیم و علاقه داریم رو بتونیم پیدا کنیم. فرض کنید من به یه موضوع خاصی علاقه دارم، هرچی در مورد موضوع خاص به حالت صوتی یا به صورت تصویری باشه رو وقتی تماشا کنم و گوش بدم، کم کم بتونم کلماتی رو که بلدم رو از اونها استخراج کنم و درک کنم. میتونم یه سری کلمات دیگر رو حدس بزنم، بعد از یه مدت میتونم حرف بیام. دقیقاً بخوام یه مثال بزنم، اگه یه استخری در یک روستایی کنار کوه باشه و کم کم داشته باشه داخل این استخر آب بیاد، بعد از این مدت استخر پر میشه و سرازیر میشه. پس ما هم به اندازه کافی بشنویم، لغتایی که بلدیم رو تو فیلم یاد بگیریم، نسبت به موقعیت‌های مختلف فیلم شرطی میشیم و وقتی تو موقعیت قرار گرفتیم کم کم اون زبان سرازیر میشه و ما حرف میایم. پس اگر ما به اندازه کافی وقت بذاریم روی مهارت شنیداری خودمون، میشنویم و حرف میایم، بعد میتونیم به سواد آموزی زبان ادامه بدیم، بریم حرفه‌ای تر بشیم، آکادمیک بشیم و چیزهایی که خود انگلیسی ها یاد میگیرن رو هم یاد بگیریم. ولی اولویت اون چیزهایی که خودشون بلد نیستن در ابتدا برای ما نباید باشه. پس ما اول به زبان مسلط میشیم، بعد میریم سواد زبان رو یاد میگیریم، بعد آکادمیک میشیم، بعد بیزنس انگلیش رو یاد میگیریم، بعد مسائل حقوقی قراردادها رو یاد میگیریم، بعد آدم معاشرت کسب و کار رو یاد میگیریم، زبان بدن رو یاد میگیریم و بقیه مهارت‌ها رو. پس مهارتی که اولویت داره مهارت شنیداری هست. شما باید بشنوید تا حرف بیایید. ما به شما شنیدن رو آموزش میدیم.